نام خداوند بخشنده مهربان شاگردای عزیز و همراهان خوب برنامه دریچه دانایی سلام وقتتان بخیر با هفتمین جلسه از مضمون بیولوژی سنف هشتم مهمان خانه های شما هستیم خب شاگردای خوب و عزیز ما انشاءالله که درس گذشته را به خوبی خوانده باشید و با آمادگی کامل آمدیم تا امروز درس جدید یاد بگیریم ابتدا با یکدیگر درس گذشته را به صورت جملات صحیح و غلط به مهمترین نکات درسی او اشاره می سوال اول جانداری که از نظر قضایی به دیگر موجودات وابستگی ندارد اوتوتروف است ای صحیح است یا غلط؟ هر کی گفته صحیح هست درست گفته ما در جلسه گذشته اوتوتروف ها و هتروتروف ها را خواندیم. اتوتروفها تولید کنندگان بودن و هتروتروف ها مصرف کنندگان سوال دوم جامنک نوعی فنجی است هیچ چی؟ صحیح یا غلط؟ بله این جمله ما و شما غلطه چون جامنک و اسپروژیرا هر دو الجی بودن اما اینجی به نام فنجی یاد شده سوال سوم فنجی ها کلوروفیل ندارن اما دیوار حجروی دارن این جمله ما و شما صحیح است بله فنجه ها کلروفیل نداشتن اما دیوار حجروی داشتن این جمله صحیح است سوال بعدی الژی ها کلروفیل دارد اما دیوار حجروی ندارد این دیگه غلطه چرا غلطه چون الژی ها هر دو رو داشت هم کلروفیل داشت هم دیوار حجروی رو داشت ولی فنجی ها کلروفیل نداشتن دیوار حجروی داشتن که این دوتا با یک دیگر در گلسنگ زندگی داشتن در سوال بعدی در گلسنگ الژی ها فوتوسنتز میکنه بله این جمله کاملا صحیح است چون فنجی ها کلروفیل ندارن که فوتوسنتز انجام بدن سوال آخر الژی که اجساد مرده را تجزیه میکنه سیپروفایت نام دارد این جمله ما و شما یک جمله غلط است چرا؟ به خاطر ازی که الجی نبود فنجی ها بود که اگر اجساد مرده را تجزیه می کردن در گروه سیپروفایت ها قرار می گرفتن خب انشاء الله که نکات مهم درس به خوبی متوجه شده باشید و اینها به عنوان نمونه سوالاتی هست که در امتحانات و در سوالات کنکور در سالهای گذشته و گذشته تکرار شده که ما به صورت سعی غلط برای شما آوردیم شاگردای خوب ما امروز در رابطه با نباتات میخوایم صحبت کنیم فصل جدید ما در رابطه با طبقه بندی نباتات هست موجودات سرسبز زیبا و بسیار مفید هست که در حیات و زندگی ما و شما نقش بسیار مهم میره داره حالا ما و شما یک لحظه تصور بکنیم اگر نباتات در زندگی ما و شما نبودن چه اتفاقی میفتاد؟ آیا زندگی بدون نباتات امکان پذیر بود؟ ما و شما میدانیم نباتات به عنوان اولین حلقه در زنجیره های وجود داره یعنی تمام موجودات زنده حلقه قضایی اونها زنجیره قضایی اونها در اولین حلقه ما نباتات داریم به طور مستقیم یا غیر مستقیم غذاهای ما به نباتات ارتباط داره اگر ما گوشت مصرف کنیم درست است که گوشت یک نوع پروتئین هسته یک نوع پروتئین حیوانی هسته اما او حیوان علف او حیوان برای زنده ماندن و برای رشد خود احتیاج به نباتات یا گیاهان دارد پس به طور مستقیم یا غیر مستقیم تمام غذای ما و شما به نبات ارتباط دارد یک نکته بسیار مهم دیگه ای هست که نباتات در محیط یا در گازهای تنفسی برای ما هم نقش داره چرا که چون نباتات در فرایند فتوسنتز خود اکسیژن برای ما تولید میکنه و کربن دایکساید دا جذب میکنه برای همین هست که در هر جایی که درخت ها و نباتات بیشتر باشه هوای پاک و سالم هم بیشتر خواهد بود چون که کاربون دایوکساید از محیط توسط نباتات جذب میشه و در مقابل برای ما و شما اکسیژن تولید میشه و در آلودگی ها و در شهرهایی که جمعیت زیادی داره ما این نبود نباتات به خوبی احساس میکنیم اما امروزه در کشورهای پیشرفته رو به سمت کاشت نباتات آورده به خاطر از که نباتات براحتی هوا را تصفیه میکنند و اهمیت دیگه ای که نباتات در زندگی ما و شما داره هم در دا تهیه سوخت و هم در دواهایی که در درمان امراض و بیماری ها مؤثر هسته هم نقش داره بسیاری از داروها و بسیاری از دواهای نباتی و گیاهی را ما داریم که امروزه مورد استفاده زیادی قرار میگیره چون عوارض این دواهای نباتی و یا گیاهی بسیار کمتر از عوارض دواهای شیمیایی خواهد بود خب شاگردای خوب شما میدانید که یک نبات هم به عنوان یک موجود زنده مراحلی از رشد و نمو و خود طی میکنه یعنی یک نبات چی عمر یک ساله داره چی عمر دو ساله داره و چی عمر چندین ساله داره ابتدا خرد و ریزه هست سپس رشد میکنه نموف پیدا میکنه حالا اگه میوه درختی باشه که میوه بده قبلش گل میده اگه درختی باشه که میوه نداره گل هم نداره اما ما چگونه در طبیعت این نباتات بشناسیم در این فصل در رابطه با طبقه بندی همین نباتات ما میخوانیم و یاد میگیریم که از این به بعد اگر در محیط در فضای بیرون در یک جای میله یا تفریح رفتیم تا حدودی بتوانیم نباتات تشخیص بدیم که از کدام طبقه یا از کدام گروه هست این نبات تمام نباتات یک سری مشخصات و ویژگی هایی داره این نباتات ممکنه در یک بیابان باشه یا ممکنه در جنگل باشه و یا در گلدان گل باشه در منزل یا در خانه ما و شما باشه اما تمام از این نباتات فعالیت های حیاتی مانند تغذیه تنفس تکسر و نمو انجام میده نباتات موجودات چندین هجروی هسته پس وقتی که یک موجودی چندین حجروی میشه ما فراتر از هجرات داریم انساج داریم و این انساج در کنار یکدیگر سیستم ها را می سازن. حالا در بدن نباتات هم به همین صورت هسته دارای انساج، اعضا و سیستم های مشخصی هستند. خب نباتات یکی از مهمترین ارگانول ها یا اجزا در تمام حجرات اونها یک پیگمنت یا رنگ... رنگدانه کلوروفیل هسته. ای به نام کلورو... کلروفیل هسته این کلروفیل به خاطر نقشی که در فتوسنتز یا ترکیب زیایی داره بسیار مهمه ان الله در بیولوژی صنف 11 خواهید خوان که همین کلروفیل هسته که نور خورشید را به دام میندازه یعنی نور خورشید جذب میکنه نور آفتاب جذب میکنه و استارت یا شروع یک فرایند بسیار مهم به نام فتوسنتز میشه خب تمام حجرات نباتی دارای یک ویژگی مشخص به نام دیوار حجروی هسته در فصل اول بیولوژی سنف هفت شما ای را به طور مفصل خواندید امسال هم تا اینجا اشاره شده که حجرات نباتی علاوه بر قشاه حجروی دارای یک دیوار دیگه که سخت و محکم هست به نام دیوار حجروی هسته که کار از این دیوار حجروی شکل دهی به حجره هست خب علاوه بر این ویژگی های عمومی و کلی یک کوتیکول را هم ما داریم ما و شما یک لایه مومانند یا شهمانندی به نام کوتیکول یا کیوتیکول هر دو لفظ از او در کتاب آمده و هر دو به یک نام هسته کیوتیکول یا کوتیکول در نباتاتی هسته که بیشتر در مناطق گرمسیر یا در نو... بیابانها هسته این کوتیکول مانع از از دست دادن آب زیاد میشه چون در نواحی بیابانی و گرمسیر دمای هوا اونجا بالا هسته و گیاهان به خاطر از دوچاره دوچار کم بوده آب نشه این لایه به نام کوتیکول یا کیوتیکول در سطح خودشان دارند. خب شاگردای خوب فرایند یا عملیه فتوسنتز یا ترکیب زیایی رو شما از فصل گذشته و درس قبل به خاطر دارید در اینجا یک اشاره کوتاه میشه و یک دو مطلب جدید در رابطه با فتوسنتز ما و شما یاد میگیریم فتوسنتز یا ترکیب زیایی گفتیم که یک عملیه ای هسته که طی از این عملیه یک نبات یا یک گیاه ما و شما کارباندایوکساید یا دیوکسید کربن از هوا جذب میکنه و آب از طریق ریشه جذب میکنه به کمک نور خورشید فرایند فتوسنتز اتفاق میافته و برای ما و شما گلوکوز تولید میشه و در کنار, در کنار گلوکوز اکسیژن هم به محیط اضافه میشه اما این فرایند میدانید دیگه در سالهای گذشته هم خواندید امسال هم گفتیم در داخل یک ارگانول خاصی به نام کلوروپلاست انجام میشه کلوروپلاست ها کلوروفیل داره در بعضی از نباتات و در بعضی از میوه ها ما علاوه بر کلوروفیل پیگمنت ها یا رنگدانه های دیگری را هم میبینیم کلوروفیل هم به کمک در واقع کلوروفیل هم نقش اصلی اون فتوسنتز هست و هم باعث رنگ سبز در نباتات میشه اما شما برگ گیاهان و نباتات در نظر بگیرید که در فصل خزان رنگی میشه این رنگی به خاطر حضور پیگمنت هایی هسته که در دا داخل کلروپلاست در دا داخل پلاست ها هستش پس ما در میوه ها و گل ها چون میوه ها هم رنگ های مختلف داره گل ها هم رنگ و رنگ هسته. علاوه بر کلروفیل پیگمنت های زرد پیگمنت سرخ و نارنجی را هم مشاهده میکنیم خب گلوکوز در نبات ساخته میشه یک مقداری از این گلوکوز صرف نیازهای خود نبات ما و شما میشه اما مابقی گلوکوز اضافی از او باید به یک صورتی در نبات ذخیره بشه که او چیزی جز نشاسته یا نشایسته نیست این گلوکوزهای اضافی در بدن موجودات هم ذخیره میشه که انشالله در فصلهای بعد میخوانیم از همین گلوکوز در ساختن پروتئین و در ساختن شهم هم استفاده میشه پس ما بعضی از نباتات مانند زیتون را هم داریم که دارای روغن یا شهم هسته برای ساخته شدن از این شهم ابتدا گلوکوز ساخته میشه و این گلوکوز به علاوه منرال ها و مواد معدنی دیگه ای که توسط ریشه از خاک جذب میشه در ساختار پروتئین و در ساختار شهمیات هم شرکت میکنه خب گلوکوز های اضافی در کجای یک نبات ذخیره میشه در ساختارهای ریشه ساقه و برگ در بعضی از نباتات در ریشه در بعضی ها در ساقه و در بعضی از برگ هست بستگی بعضی داره که یک نبات ما کدام بخش از او برای ما و شما قابل استفاده هسته نشاسته ها یا گلوکوز های اضافی در اونجا ذخیره میشن خب شاگردای خوب ساختارهایی را از حجره نباتی مجددا در این قسمت یادآور میشه در کتاب شما اما یکی دو تا نکته را باز هم به اونها اضافه میکنه و بیشتر و بهترتر ما اونها رو میشناسیم در ابتدا بریم سلوال یا دیوار حجروی را در حجرات نباتی با یکدیگر مورد بررسی قرار بدیم خب دیوار حجروی یا سلوال گفتیم دیوار حجروی در تمام حجرات نباتی وجود داره در بعضی از حجرات نباتی نازکتر هست و در بعضی از حجرات نباتی زخیمتر میشه هر چقدر عمر یک نبات ما طولانی تر باشه بیشتر باشه این دیوار حجروی زخیم تر میشه و حتی چوبی هم میشه یعنی سخت و محکم میشه اما جنس از چی هست که در نباتات کهنسال چوبی میشه با یکدیگر دیگر میخوانیم دیوار حجروی که در این تصویر یک حجره نباتی هسته باعث شکل دهی به حجره میشه یعنی این حجره نباتی ما و شما دارای شکل هندسی میشه از او شکل کراوی بودن خود خارج میشه این دیوار که دور تا دور حجره های نباتی را به خودش اختصاص میده دیوار حجروی یا سلوال نام دارد خب کار مشابه اسکلت در بدن حیواناته اسکلت چه کاری را انجام میده شکل دهی و حفاظت از اجزاء داخل بدنه حالا این دیوار حجروی هم هم شکل هندسی میده به حجره نباتی و هم استحکام میبخشه و از ارگانول های داخل محافظت میکنه جنس دیوار حجروی از سلولوز هست انشاءالله در سنف دهم ده شما با انواع قندها آشنا میشید انواع هیدرات های کربن یا کربوهیدرات ها آشنا میشین که یک نوعی از اونها سلولوز هست سلولوز ساختار رشته رشته مانند داره رشته های درازی که در کنار یکدیگر چسبند و یک خاصیت چسبندگی را پیدا کنند جنس دیوار حجروی در نباتات از هستش دیوار حجروی گفتیم در بعضی از نباتات یک لایه اضافی تر روی او رو گرفته به نام کوتیکول یا کیوتیکول که نقش حفاظتی در گیاهان با عهده دارد اما نباتات تا به اینجا ویژگی های کلی رو خواندیم تمام نباتات موجود در دنیا او ویژگی مثل کلوروفیل مثل کلوروپلاست که فتوسنتز کنه را داشتن که انجام میدن اما حالا ما نباتات طبقه بندی میکنیم، ببینیم که نباتات به چند گروه در عالم یا موجودات زنده تقسیم میشه. تقسیم بندی نباتات خب نباتات به دو گروه بزرگ تقسیم میشه یکی نباتات وعایی و یکی نباتات غیر وعایی یک اشاره بسیار کوتاه در بیولوژی صنف هفت وعایی چی بود؟ همون انساج انتقالی انساج انتقالی انساج انتقالی زایلم و فلویم اگر به خاطر داشته باشید در نباتات دو تا انساج دو تا بخش داریم به نام زایلم و فلویم که مربوط به انساج وایی یا انتقالی بودن زایلم آب و مواد مینرال و مواد معدنی را از خاک جذب کرد به کمک ریشه و به سر تا سر می برد در اونجا فتوسنتز انجام میشد گلوکوز ساخته میشد و فلویم ها این محصولات فتوسنتز در سر تا سر گیاه پخش میکرد یکی میبرد مواد و یکی مواد ساخته شده را در سرتاسر سر گیاه پخش میکرد خب اینا انساج وایی و غیر وایی خب انساج غیر یا به عبارت نباتاتی که غیر وایی هستند یک نوع نبات در طبیعت به این نام یاد میشه تحت عنوان خزه ها که بعدا با اینا آشنا میشیم اما نباتات وعایی خود نباتات وعایی به دو گروه تقسیم میشن نباتات وعایی دانه و نباتات وعایی بدون دانه نباتات وعایی بدون دانه یک گروه بزرگ به نام سرخص ها هسته اما نباتات وعایی دانه دار که بیشترین تعداد نباتات در طبیعت به خود اختصاص میده خود ای به دو گروه تقسیم میشن نباتات دانه دار گلدار و نباتات دانه دار بدون گل نباتات دانهدار گلدار همون نباتاتی هستند که میوه میدن اینها برای ما و شما میوه تولید میکنن اما دانهدار بدون گل میوه ندارن ای یک گروه بزرگ به نام مخروطیان یا بازدانگان هست درخت کاج سرو سنوبر همه درختانی که تحت عنوان همیشه سبز هست اونها به نام مخروطیان هست یا بازدانگان که باز بعدا در بخش های بعدی با اونا آشنا میشیم نباتات دانه گلدار که میوه هم میدن باز خود از اونا به دو گروه تقسیم میشن نباتات گلدار تک مشیمه و نباتات گلدار دو مشیمه خب باز تفاوت از اینا و ویژگی های از اینا را باز در جلسات بعدی با یکدیگر دیگر میخوانیم. دو تا نکته بسیار مهم و خوبه که بدانید نکات کنکوری ای دوتا تا هسته که شما ای دو نبات که خوب یاد بگیرید و ای ای سه نبات که شما به خاطر بسپارید دیگه هر چیزی که شما ببینید جز نباتات دانه دار هسته خب حالا خزه ها بدون غیر و بدون انساج انتقالی هستند سرخس ها بدون دانه اما انساج و را دارن و مخروطیان بدون گل هستند اما دانه و انساج وایره دارند فقط اینا میوه تولید نمی کنند این طبقه بندی نباتات است نباتات پس دو به دو گروپ عمده تقسیم میشه خزه ها و سرخس ها را شما فراموش نکنین خزه و سرخس و مخروطیانه که یاد بگیرید و خوبی ویژگی های اینا را بشناسید ما نباتات همه از اونا شامل نباتات دانهدار گلدار خواهد بود اما در اینجا در کتاب به نباتات گلدار نهاندانگان هم گفته میشه هر نبات یا هر درختی که میوه بیده و میوه که ما استفاده کنیم و دانه در داخل میوه وجود داشته باشه به نام نهاندانگان هست یعنی دانه اونها نهفته است دیده نمیشه اما مخروطیان بازدانگانن یعنی اینا میوه تولید نمی کنن. دانه آنها در طبیعت رها میشن که در عمل گرد افشانی و تکثیر و مباحث مربوط به خود از اینا رو باز به موقع به طور مفصل با یکدیگر مورد بررسی قرار میدیم شاگردای خوب به ما وارد ویژگی های نباتات گروپ های مختلف نمیشیم انشاءالله در جلسه بعدی هر کدام از اینها را به طور جداگانه با یکدیگر میخوانیم و یاد میگیریم امیدوار هستم که از درس امروز لذت برده باشید خسته هم نشده باشید این تقسیم بندی ها را خوب خوب یاد بگیرید تا جلسه دیگه با یکدیگر اونها را تشریح کنیم همه شما عزیزان به خدای بزرگ و مهربان میسپارم خدایا رو نگهدار شما